خانم ها آقایان، عمیانان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. این چند روز عمیانان گرامی، یعنی فردا، مصادف با 20 سال ترور شادروان عبدالرحمن برومند، عضو وفادار نهضت مقاومت ملی و از یاران قدیمی شادروان دکتر شاپور بختیار و کسی که به وسیله اراذل اوباش طرفدار رژیم جمهوری اسلامی دو ماه قبل، یعنی یک ماه و نیم، دو ماه قبل از ترور شادروان بختیار در مقابل آسانسور منزلش با ضربات کارد کشته شد به وسیله فدایان اسلام ناب محمدی. دخترای آقای برومند بنیادی رو درست کردن به اسم بنیاد عبدالرحمن برومند. من یک بار با یکی از دختران آقای برومند مصاحبه کردم در برنامه، با خانم رویا برومند. این دوتا خواهر بسیار زنان شجاعی هستند، زنان شجاع میهن ما هستند که بدون وابستگی تشکیلاتی و بدون اینکه تصور بکنن این اسامی که ذکر میکنن در این بنیاد و راجع بهش مدرک و سند ارائه میدن، این از نیروهای مخالف فکری پدرشون یا خودشون است و در عرض این مدت 20 سال هر ساله به مناسبت درگذشت شادروان عبدالرحمن برومند، این دوتا دختر شجاع همیهن ما راجع به کشتار همون سال در ابتدای بیانیشون و در ادامه راجع به کشتارهایی که از ابتدای روی کار آمدن رژیم خدایی اسلام ناب محمدی، چه در زمان رهبر کبیرشون روح الله خمینی و چه در زمان رهبر صغیرشون آقای علی خامنه ای رئیس روزخانهای فعلی، کشته شدن. این جالبه که وقتی که شادروان برومند ترور شد، همون کسانی که برومند رو کشتن، یعنی آقای آزادی و نمیدونم همین اراذل اوباش که اسم اینا یاد من نمیمونه، همینان گرام، اسم کسانی که در راه آرمانهای میهنشون کشته میشن همیشه تو خاطر آدم نقش میبنده، ولی این قاتلین و این جانیها اینقدر تعدادشون زیاده که شما نمیتونین همه اینا رو اسامیشون داشته باشید. حالا بعد از کشتن ترور شادروان برومند، اینا شروع کردن بعد بختیار رو کشتن، بعد مظلومان رو کشتن. البته قبلش تعداد بیشماری از فعالین سیاسی رو، چه در آلمان، چه در فرانسه، چه در نمیدونم ترکیه، در خیلی جاها اینا ترور کرده بودن. رویا برومند میگه که ما در ابتدا با روزنت مصاحبه کردیم، میگه ما در ابتدا فکر میکردیم که این جانیان به اصطلاح یعنی عوامل جانی رژیم فقط به کسانی کار دارن که اینا قصدشون براندازیه و قصدشون به اصطلاح مبارزه مسلحان است. ولی بعد از یه مدتی دیدیم نه، اینا علاوه بر این که آدمایی رو که اصلا اصولا مخالف مبارزه مسلحانه هم هستن میکشن، بلکه مبارزین معتقد به جنگ مسلحانه رو هم میکشن، هنرمندان هم میکشن مثل فریدون فرخزاد و نظامی ها رو هم میکشن، سیاست مدار ها رو هم میکشن، کسانی رو میکشن که احتمال میدن میتوانن در آینده یه نقشی داشته باشن برای براندازی
این رژیم. حالا این آدم ها میتونن مغزای اقتصادی باشن، مغزای سیاسی باشن، هنرمند باشن، فرق نمی کنه، نظامی باشن. و به این دلیله که ما میبینیم قاسملو رو ترور میکنن، بعد رهبران حزب دموکرات در میکنوس میکشن، شادروان بختیار رو که در سالی که کشتن تقریبا فعالیت های نهضت مقاومت ملی خیلی فروکش کرده بود، به دلیل که پولی نمونده بود تو بساطشون. و بختیار همیشه یه آدمی بود که دلش میخواست کمک بکنه به تعداد بیشماری از افسرانی که از ایران فرار کرده بودن و وضع بسیار بدی داشتن از نظر اقتصادی، مثل دریادار مدنی، اونم این کارو میکرد، به اینا کمک میکردن. به بسیاری از خانم، من خودم در آلمان شاهد بودم، دریادار مدنی آمد به من و چند نفر از فعالین سیاسی، گفت من کسانی رو که در این آلمان هستن و شوهرانشون در ایران اعدام کردن و اینا واقعا امکان زندگی ندارن، اگر ممکنه براشون چرخ خیاطی بخریم، نمیدونم یه کاری بکنیم، یه سرمایه اولیه‌ای در اختیار اینا بذاریم تا اینا بتونن زندگی خودشون و خانواده رو نجات بدن. و شاید باور نکنید همیانانی گرامی، حدود 50-60 نفر آدم رو مدنی این کار کرد، کمک کرد، که من خودم در این جریان بودم. و در پاریس هم بختیار همین کار میکرد، عده زیادی از نظامیانی که فرار کرده بودن بختیار بهشون کمک میکرد، چه در ترکیه، حتی کسانی که باش فعالیت در به اصطلاح چهار دیواری نهضت مقاومت ملی هم فعالیت نمیکردن، ولی بختیار کمک میکرد بهشون. ولی اون زمانی که بختیار هدف قرار گرفت و با اون وضع فجیع به وسیله آدمکشا کشته شد، تقریبا فعالیت های نهضت مقاومت ملی خیلی کم شده بود. اما با وجود این رژیم تشخیص داد که باید آدمایی مثل بختیار، مثل ورومن، مثل مظلومان از تفکرات مختلف، بسیاری از کمونیست‌ها، اینا رو بکشن، از بین ببرن. قاسملو، رهبران دیگه حزب دموکرات، اینا معتقد بودن که باید در خارج از کشور زمانی ایجاد، یعنی شرایط ایجاد بشه و زمانی پیش بیاد که شانسی برای هیچ کس نمونه و همه رو بترسونن. و اگرم نگاه کنی به وحشیانه طریق ممکن این مخالفین اینا میکشتن، به وسیله کارد، به وسیله چاقو، که رعب و بریار شفیق رو این کار کردن. بسیاری از کمونیستا رو در ترکیه و شرق قبرس و جاهای دیگه کشتن. اما همیانانی گرامی، ما هنوز برنامه بدنام کردن همدیگر رو داریم. هنوز وقتی که یک کمونیست میاد راجع به کشتار آدم ها در جمهوری اسلامی صحبت میکنه، سعی میکنه از هم مرامای خودش عکس‌ها رو بذاره، یا یه سلطنت طلب یا یه ملی، فرق نمیکنه. ما هنوز یاد نگرفتیم که این کسانی که برای آزادی و برای این که مردم ایران بتوانن از این وضع فاجعه بار بیرون بیان، حتی از زندگیشون گذشتن، از اینا هم یاد بکنیم. خیلی کم اتفاق میفته، خیلی کم این اتفاق میفته. و این رویا برومند و خواهر دیگرش این کار کردن، یعنی از تمام تفکرات عکس همه رو میذارن، اسم همه رو میذارن، اسامی همه رو مینویسن. ولی من متاسفم به شما بگم در این دامگه نمیدان چی که این آقای خانی فرد به اتفاق آقای پرویز ثابتی درست کردن، آقای پرویز ثابتی هرچی عقده و کمپلکس راجب مخالفین داشته تو این کتاب آورده و همه رو سعی کرده بدنام کنه، از جمله شادروان برومن و شادروان بختیار و بقیه آدم ها. می نویسه که آقای برومن رفت با آقای رشیدیان، اون کسی که عامل درجه یک انگلیسا بود و در جریان کودتای 28 مرداد سهم عمده داشت، ولی حداقل وقتی که اون این کارا رو کرده، آقای ثابتی دیگه نباید اون اینطوری ازش یاد، ولی خب میکنه. حالا میگم بقیه مسائل. مینویسه که این آقای عبدالرحمن برومند رفت اونجا در شرکتی که آقای به اصطلاح رشیدیان درست کرده بود، پول هنگفتی از ایشون گرفت، بختیار هم آورد تو این جریان و بقیه ملیون همه رو آورده تو این. و اینا کسانی بودن که آمدن و از این خان نعمت برخوردار شدن.
بعد می نویسه آقای سنجابی رو ما بهش حقوق می دادیم به دستور ماها، نمیدونم بهش پول کمک می کردن. هر کس رو که آقای ثابتی باش بد بوده تو این کتاب لجنمالی کرده و اونجایی هم که یادش رفته این آقای قانیه فر که عده زیادی معتقدن عامل رژیمه، میره ایران میاد کتاب ها چاپ میشه میاد و تمام این شما نصف بیشتر این کتاب اگه به نگاه کنی این آقای قانعی فرد طوری این تر تو دهن این آقای ثابتی میذاره که لجنمالی کنه آدمای ملی رو. و اگر به بطن سوالا پیش پی ببرین میبینید که مثل این که ایشون مأموریت داره سوالا رو طوری تر کنه که این آقای پرویز ثابتی درست در این شرایط فعلی این حرفا رو بذاره اختلاف بین اپوزیسیون در خارج که هیچ وقت هم از بین نرفته بود بیشتر و بیشتر کنه. و این خیلی جالبه به نظر من. و لافزنی آقای ثابتی به اونجا میرسه که میگه من رفتم عالی خانی رو پیدا کردم شروع کردم بعد و بیرا گفتن راجب بخونید این کتاب بعد و بیرا گفتن راجب آقای علم که این پدرش انگلیسی بوده خودش هم انگلیسی فلان فلان. کسی این حرفا رو میزنه که اون زمانی که آقای علم وزیر دربار بود جرأت نداشت حتی تو صف وایسه سلام کنه با آقای علم. من نمیدونم این لافزنی در خارج چرا اینقدر زیاده. با هر کی صحبت میکنی شما خودشو در ایران با یه مثلا فرض کنید سروان ارتشی صحبت میکنی میگه که آقا من تیمسار بودم و رفتم و فرمانده رو صدا کردم گفتم پسر بیا اینجا ببینم تو غلط میکنی با سربازا اینجوری رفتار میکنی. وزیره میگه آقا من رفتم به هویدا گفتم تو اصلا مرد چی کاری که آدم حیرت میکنی که اگر اینقدر آدم منتقد بود حالا محمد رضا شاه که هیچی. من رفتم پیش اعلیحضرت گفتم اعلیحضرت این چه وضعی من بیچاره درست کردی فلان. آدمایی که شما اگر محمد رضا شاه از دور میومد اینا به خاک میافتادن و همه شروع کردن دروغ زنی کردن و همه لاف در قربت زدن. این آقای ثابتی مدیر کل امنیت داخلی بوده. شما این کتابو که میخونید میبینید ایشون فقط به محمد رضا شاه تشر نزده و یعنی به همه تشر میزنه، یا همه رو دوز میکنه یا همه رو ساواکی میکنه یا همه رو به طریق دیگه بدنام میکنه. و اونجایی هم که کسر میاره این آقای قانعی فرد به اصطلاح عامل رژیم به دادش میرسه. شما بخونید این سوالات که اینشون تر میکنه و اون حاشیه نویسی که کرده. کتاب در حقیقت 60 صفحش متعلق به آقای ثابتیه، بقیهش حاشیه نویسی و لجنمالی آقای قانعی فرد به دیگران. حیرت میکنم من. آخه آقا شما اسمتون باید بمونه تو تاریخ، شما عمر طولانی ندارید، جاودانه نیستی، چرا این لجنمالی ها رو میکنید به عنوان یه آدمی که خودتون دستن در کار بودید؟ بختیار رو عامل انگلیسی میکنید، نمیدونم برومند رو عامل میکنید، اون یکی رو نمیدونم مامور ساواک میکنید، این لجنمالی ها رو برای چی میکنید؟ آخه دیگه سنگ رو سنگ نمیمونه اگر شما این کارا رو بکنید. کی این وسط استفاده میکنه از این لجنمالی ها به هم دیگه جز رژیم؟ اونم الان کاری که شما کردین شاهزاده رضا پهلوی هم بدنامش کردین، برای اینکه ایشون در لابلای صحبتاش میگه که شاهزاده اومد به من پیشنهاد کردن دوروریاش که بیا مشاور شاهزاده بشو، من گفتم فلانی چرا پس دوروری شاهزاده است و نمیدونم اولی عزت از من پرسید که اونجا اینطوری، یعنی من ببینید که ارتباط دارم هنوز. و تعجب آور این حرفا اصلا در شرایط فعلی. 30 سال ایشون سکوت کرده، حالا که اومده تو این اپوزیسیون که داشت یه خورده باز سر و سامان پیدا میکرد ایشون داره کاری میکنه که همه بریزن به جونم دیگه دوباره همه. و چنون از خودش یه چهره آزادی خواه ساخته، حتی محمد رضا شاه رو زیر سوال برده که من میخواستم طرحهای خیلی روشنفکرانه پیاده کنم و شاه نمیذاشت و حتی بعضی وقتا میخواست دستور بده من رو بذارم دادگاه نظامی. من حیرت میکنم همین الان گرامی. من تا به حال ندیدم یک ایرانی خاطراتی بنویسه در این نوشته هاش به خودش هم انتقاد بکنه، به خودش هم انتقاد بکنه
و همه رو لجنمالی از آقای کیانوری گرفته تا بقیه، از چپ چپ تا راست راست. شما نمیبینید در جای دیگه خیلی از رجال کشورهای دیگه هستن وقتی خاطراتشون رو مینویسن، اولا مستند این خاطرات و دوم از اون در جای جای این خاطرات اولا سند میارن، ولی اگرم حزبشون، نخست وزیرشون، خودشون یا به مناسبت شغلایی که داشتن اشتباه کردن می نویسن. برید بخونید خاطرات آقای کلینتون و زنش رو بخونید، ببینید چند جا از خودشون انتقاد کردن. خاطرات آقای اشمیت هست بخونید در آلمان، خاطرات آقای کل، همه اینا. ولی ما نه، ایشون راجب شارژوردن که همه شاهد بودن تو اونجا که همسر ایشون رفته خرید کرده، بعد توی فروشگاه پولش گم شده، گفته درو ببندی پول من اینجا یکی برداشته، یه ده اعتراض کردن خانم مگه ما دزدیم؟ بعد راننده رو صدا کرده، راننده اومده یکی از اینا که انتقاد میکرده گفته آقا کسی اجازه نداره این کار کنه، اصلاری کشته اینو کشته. شما بخونید چجوری تعریف کرده ایشون، یه کاری کرده یه جوری داستان تعریف کرده که اون بدبختی که کشته شده یه چیزی هم بدهکار شده. آخه وجدانم خوب چیزیه، شما 9 نفر آدم رو بردید تو تپه‌های اوین کشتید، بعد میگین آقا اینا حمله کردن به نظامی ها فلان. آدمی که دستش بسته، نمیدونم دست و پاشو بستین انداختنش تو ماشین از یه زندان ببرین یه زندان دیگه، چجوری دستاشون رو باز کردن؟ نمیدونم خواستن به این نظامی ها حمله بکنن، بعد اونا تیراندازی کردن اینا کشتن هر هفت نفر رو. آقا بگو کردیم این کارو، این بهتر از اینی که اینطوری میزنی زیرش. شما 10 نفر رو شکنجه کردین و همه میدونن، حالا چرا میزنی زیرش اینطوری؟ اصلا انگار مثل که همه رو ناز میکردن توی ساواک. بعدم مقایسه چرا میکنید؟ اون رژیم یک رژیم استبدادی بر... گفتم بارها گفتم آدمای بسیار شرافتمند، وطن پرست، تکنوکرات تو اون رژیم کار میکردن. فرق اون با این رژیم اینه، اینا یه عده وحشی و جیانی هن. اون یه رژیم استبدادی مدرن بود. شما اگر برانداز نبودید، اگر سیاسی نبودید که برای رژیم خطرناک باشه، هیچ کاری تو نداشتن. شکنجه هم بود. خیلی از زندانیان سیاسی میگن آقا این شکنجه های وحشتناک، این اعمال غیر انسانی که زمان اینا داره انجام میشه، یک صدامش در اونجا نبود. این آقای منتظری هم میگه آقا اینا رو تایید کن، بگو آره اینجوری بود، اینجوری بود، ما این کارو میکردیم و این اشتباه بود، اما منکرش نشو دیگه. خب مردم که احمق نیستن که. مثل آقای عباس میلانی، صدها دلیل ایشون اومده دلیل آورده که مصدق خودش کودتا کرده. آقا نکنین این کارا رو. من والا اگر سند بیارین، اگر حرف منطقی بزنین، من بارها گفتم مصدق مثل یه هر انسانی دیگه اشتباهات کرده، خیلی زیادم کرده، ولی آخه اینطوری که شما نمیتونید یه نفر لجنمال کنید که. دکتر صدیقی رو میگه آقا ایشون خودش شکنجه‌گر بودش صدیقی، اونایی که رفتن تو تلو افشارتوس رو کشتن، بعد چیز آورده، نشونه آورده، به قول آقای اردشیر زاهدی ایشون رو گرفتن و تق تو آقای صدیقی خودش فوش داده و زد. نکنین این کارو، همه اینا رو شما شکنجه‌گر میدونی، خودتون رو نمیدونی، خودتون روشنفکر میدونی، اصلاحچی میدونی، برای همه کارهای خلافی هم که کردی سند و مدرک میاری که نکردی، مخالفین کردن. خب که چی؟ خب اینا رو فقط اون بهبهگویایی که طرفدار شما هستن میکنن، بقیه که باور نمیکنن حرف شما. خب دوباره همونه، اختلافات بیشتر و بیشتر میشه. این آقای قانیفر رفته تو برنامه یکی از این تلویزیون‌ها و در جواب سوال آقای فروزنده تو تلویزیون اندیشه گفته شما نمیدونم راجع به رژیم جمهوری اسلامی چه، بریم ببینید چه دفاعی کرده از رژیم. آخه این آدم بعد همه جا شروع کرده. اونجایی که این آقای ثابتی هم یادش میره گفتم این آقا مثل این که مأموریت داره هی اوضاع رو آشفته تر بکنه، همه رو بریزه به جون هم دیگه. حالا هم رفته بری شما میخنده، به من زنگ زده که آقای فرجی شما اومدی تو برنامه تلویزیونی تو گفتی من با قانیفرد عکس گرفتم، شما داری برای من پرونده میسازی. ایشون به من میگه
گفتم آقای قانیفر من با شما گفتم عکس گرفتم برای شما پرونده تو جمهوری اسلامی سا. شما رفتید با عامل درجه یک ساواک مصاحبه کردی پرونده نمیسازم برای شما. من نمیدونم چی بگم من واقعا حیرت آوره برام. درست در این شرایط شما این کتابو بخونید، اگر وجدانی به این سوال جوابات مراجعه بکنید ببینید که آقای ثابتی در حقیقت بدترین صدمات رو به رژیم محمد رضا شاه داره میزنه، تهمت‌ها رو میزنه. برید بخونید دقیق، هرچند که قیمت کتاب اونقدر گرونه 50 دلار، ولی کتاب در حقیقت نوشته های آقای قانیفر 60 صفحه آقای ثابتی حرف زده، بقیهش رو ایشون ریزنویسی کرده اون زیر، بعدم مغشوش بدون سند بدون مدرک. بعد ببینید به مشیری چه چیزایی گفته. آخه آقای ثابتی شما اگر با یکی عقیده مخالف دارید آخه چرا حمله شخصی میکنید؟ چرا حمله شخصی به آدم ها میکنید؟ من اگر با شما عقیده مخالف دارم بیا بگو آقای فرجی به این دلیل به این دلیل به این دلیل حرفا که میزنی مزخرفه، ولی نه یا بگو که آقا ایشون نمیدونم باباش سبزی فروش بوده، خودش نمیدونم آدمی بوده که دوز بوده، قاچاقچی تریاک بود. آیا اینا رو نگین؟ چه فرقی دارید شما با جمهوری اسلامی وقتی این حرفا رو میزنید؟ در هر صورت 20 سال ترور شادروان عبدالرحمن برومند همیانان دارم. بیایم حداقل در این شرایط یادمون باشه که میهن ما اسیر یک عده دزد، یه عده جانی و یه عده کسانی است که امروز اون سردار نقدی، اون جانی معروف، فرمانده بسیج گفته اگر تیم فوتبال ما شب مسابقه نماز شب بخونن این بازیکن‌ها و تن بدن به درگاه الهی ما تیم برزیل هم میزنیم. آخه تو رو به خدا ببینی چی میگن اینا. اون یکی که پریروز آمده میگه ما میخوایم در آب دریای خزر رو ببریم دست سمنان کویر لوت 7 استان رو سرسبز بکنیم. یه فیلم براتون میارم از خودشون از توی تابناک براتون انتخاب کردم، نشون میده که آب افتاده توی تهران توی مترو، متروی که ساختن. ببینید رودخونه درست کردن، نگاه کنید به این فیلم تو رو خدا. رژیمی که یه بارون پایتختش رو اینطوری در هم میریزه، مترو رو دیدین رودخونه است، عده زیادی از تهرانی ها ورداشتن زیر همین کلیپ نوشتن آقا قایق بذارین چند تا ماهی هم بریزین اونجا، به جای مترو مردم با این قایق ها سوار شن، هم ماهیگیری بکنن تا مقصد، هم یه عشق بکنن، یه پولی جمع شه. این مترو آخه شما هیچ جای دنیا هم چیزی دیدین؟ بله گفتگو میکنم امشب هم همیهنانی گرامی، خوشحالم که دوشنبه شبها و چهارشنبه شبها گفتگو میکنم با دکتر دانش. این گفتگوهای من با دکتر دانش بسیار مورد توجه قرار گرفته همیهنانی گرامی، برای اینکه عده زیادی میگن آقا تو این برنامه این گفتگوها باعث آگاهی بیشتر و بیشتر میشه، بدون اینکه تعصب خاصی باشه، بدون اینکه
قصد این باشه که ما خوب و بد جلوه بدیم، بد و خوب جلوه بدیم، ولی واقعیت ها رو به عنوان دو تا آدمی که حداقل در طول سالها توی شهر بودیم، همکار بودیم، حالا دکتر دانش در یک سطح خیلی بالاتری با تلویزیون ها و رادیو ها و روزنامه های آلمانی همکاری داشته، من توی زمینه های رادیو های ایرانی مثل دویچه وله صدای آلمان، ولی من خوشحالم من با کسی صحبت میکنم که تعارف نداریم بی خودی. من یادمه همکاران من وقتی که اینا حمله کرده بودن به عراق، آمریکا و افغانستان، به جای اینکه حقیقت رو بگن می اومدن از پیشرفت های سریع مردم برای قدم گذاشتن در راه دموکراسی در افغانستان و عراق صحبت میکردن که آقا 500 تا روزنامه اونجا چاپ میشه، 800 تا اونجا چاپ میشه، آقا دیگه تموم شد، دموکراسی در افغانستان و عراق چنون ببخشید پایه کرده و ریشه کرده که دیگه تموم شد. اما هیچ کس نیومد راجع به این موضوع مطالعه کنه که با این ساخت، زیر ساختی که در این دوتا کشورها هست و این آدمایی که اومدن جانشین صدام و نمیدونم طالبان شدن، آیا از وجود اینا دموکراسی حاصل میشه؟ اینا یه شبه یهو تطهیر میشن، آدمای پاکی میشن. اون یکی رو ببینید، جمهوری اسلامی افغانستان درست کرده که برداشته بیانیه آخوندهای افغانستان رو که راجع به فشار، تحت فشار قرار دادن درست مثل زمان طالبان زنا هست، تایید کرده. و اون یکی هم الملکی در عراق بلای سر مخالفین آورده که آقای بارزانی میگه آقا این دوران صدام حسین شده و ایشون دیکتاتوری را انداخت توی مملکت. در ضمن میخواستم نوشته آقای قدیانی رو امشب براتون بخونم، یکی از کسانی که اصلاحچی بوده. ببینید راجب آقای خامنه‌ای چی میگه. همه اون حرفایی که در عرض این 22 سال گذشته من در رادیو و همکاران من در تلویزیون و رادیوها و نوشته‌هاشون می‌نوشتن، همه رو نعل به نعل تایید کرده و تصدیق کرده که این آقا که جانشین اون یکی آقا شده و برای مردم ما می‌خواستن بهار آزادی بیارن، ببینید چه بلایی سر اون مملکت آوردن که مردم راجع به رژیم گذشته همینطوری دعا و سلامتی و اینا می‌خوان. ببینید چه کردن اینا با مملکت ما. دوست دانش سلام ببخشید، دیدم امروز تو خبرات که استرالیا داره نیروهاشو میکشه از افغانستان به سرعت بیرون. میدونید که آقای سرکوزی هم تقریبا یک ماه قبل نیروهای اکثر نیروهای فرانسوی رو کشید بیرون، حالا انتخابات چند روز دیگه من فکر میکنم بقیهش هم ببره، قول داده. خدمت شما عرض کنم خیلی از این به اصطلاح متفقین آمریکا دارن به سرعت نیروهاشون از افغانستان میبرن بیرون، ولی هی قول اینی میدن که بله ما در اونجا همکاری‌های سازمانی میکنیم با اینا و پول بهشون میدیم، ولی نه پول به درد اونجا میخوره چون میلیاردها قبل از اینا اومد اونجا، رفت اون چاه ویل افغانستان از بین رفت. این بعدم سربازهای آمریکایی، من به این نتیجه رسیدم که پشت این مسئله واقعا یه برنامه خوابیده. این سربازهای آمریکایی با توهین به جنازه این طالبانو سوزوندن قرآن و نمیدونم از این کارا، مثل که میخوان از اون جهنم فرار کنن، این کارا رو میکنن که بالاخره اینا رو میکشن بیرون دیگه. وقتی این خطا رو کرده، اینا میگن آدم بره زندان، بهتره که 20 سال تو زندان باشه تو آمریکا ولی یک سال توی افغانستان نباشه. من فکر میکنم واقعا اینطوری شده. چیه نظر شما؟ ببینین اون چیزی که شما گفتین به نظر من درسته. اون سربازی که در 4 هفته پیش بیش از 17 افغانی رو میکشه در افغانستان، در واقع ناراضی بوده از اینکه دوباره داره میره به افغانستان. قبلا در عراق بوده، در عراق زخمی میشه، یک بار در افغانستان بوده و بار دوم اونو میفرستن به درستی گفتین جهنم افغانستان و شدیدا ناراضی از اوضاع افغانستان بوده، وحشت داشته. و خب طبیعتا موقعی که شما در جنگ قرار میگیرین و همکاران شما سربازان دیگه جلوی چشتون کشته میشن، یک نفرت عظیمی نسبت به مردم به وجود میاد که باعث یک چنین عکس العمل میشه که اصلا دستش میگیره و میره 17 نفر بیگناه رو به قتل میرسونه. این صحبتی که شما میکنیم کاملا درسته. ببینین ما موقعی که درباره افغانستان صحبت میکنیم، به نظر من باید از اون جنبه احساساتی دست برداریم، بر اساس اسناد و واقعیات افغانستان صحبت بکنیم. من به یاد یکی از
نوشته های گرومیکو میافتم آقای فرجی، وزیر خارجه شوروی، که خودش یکی از تصمیم گیرندگانی بود که باید ارتش شوروی به افغانستان میرفت. یکی از مشاورین گرومیکو روزی بهش رجوع میکنه، میگه آقا ما انگلیس ها در افغانستان شکست خوردن و ما هم شکست خواهیم خورد. گرومیکو بهش میگه که تو میخوای بین ارتش سرخ و ارتش کمونیستا در واقع با امپریالیستی میخوای اینا رو تشبیه هم بکنی، شباهت بدی، اونا امپریالیست هم و ما کمونیستیم. میگه نه، من چنین کار رو نمیخوام بکنم، ولی نظام قبیله ای و کوها و دره های افغانستان همونه که نیروهای انگلستان شکست خوردن و این واقعیتیست که باید امروز دوباره بهش رجوع بکنیم و صحبت بکنیم. امروز در واقع قدرت های خارجی نه تنها استرالیا بلکه هلند، فرانسه، خود کشور آلمان و کشورهای زیادی لهستان، اینا دارن نیروهاشون رو خارج میکنن، میخوان هر چه زودتر خارج بشن، برای که به این نتیجه رسیدن که در افغانستان امکان این که بخوان اوضاع رو تغییر بدن وجود نداره و اینو خود رهبران و جنرال های آمریکایی هم گفتن. من چندین بار اشاره کردم که مک کریستال رهبر یا نماینده فرمانده سابق نیروهای آمریکا در اونجا میگه ما با شکست روبرو شدیم در افغانستان، برای که افغانستان رو نمیشناختیم، این نظام رو نمیشناختیم و متاسفانه امروز دارن کوشش میکنن رقابت میکنن از افغانستان خارج بشن، تا جایی که رئیس سازمان امنیت خود آقای کرزای، رئیس سازمان امنیتی که آمریکایی اونو در واقع به عنوان رئیس سازمان امنیت افغانستان انتخاب کردن، امرالله صالح، میگه که وضع بسیار نگران کننده است و طالبان در واقع این دو میدانی را پیروز شدن و یک کیلومتر بیشتر به پیروزی نمونده و چنین مطرح میکنه که این طالبان نیستن که دست از اهداف خودشون، یعنی دوباره حکومت اسلامی رو به وجود آوردن در افغانستان، دست از این اهداف برداشتن، بلکه این کشورهای آمریکا و نیروهای ناتو هستن که در واقع دارن افغانستان عقب نشستن و افغانستان رو رها میکنن و متاسفانه با شرایطی که در افغانستان به وجود میاد و شما به درستی از صحبت از این 80 و تصاویر سربازان آمریکایی با این اجساد کردیم، ببینید یک چنین چیزی فاجعه انگیزه در جامعه افغانستان، جامعه افغانستانی که جامعه مذهبی رادیکاله، شما میایین در واقع سربازان آمریکایی در کنار اجساد کشته شدگان قرار میگیرن و اینو خود افغانی ها میبینن. یعنی چیکار کردن؟ جیگر میگر اینا رو نه نه این بار جیگر رو در نیاوردن، در واقع کسانی که به قتل رسیدن اینها رو آمدن با اونا عکس برداری کردن و حتی یک علامتی نشون دادن که بسیار زننده است، یعنی به افغانی ها این علامت نشون دادن که ما شما رو نابود میکنیم و خب این باعث در واقع انزجار و نفرت بین افغانی ها میشه، تا جایی که از افغانستان اخباری که میرسه به این ترتیبی که مردم افغانستان بسیار در وحشت زندگی میکنن، اینها میبینن که آینده بسیار تاریک و یعنی اون بر طالبان، این بر امیر رفتار سربازه آمریکایی، این هم آقای کرده کاملا درسته و روز به روز در واقع طالبان دارن قدرتمندتر میشن و این خطری که من همیشه اینو گفتم، اینو 7 سال پیش گفتم، 6 سال پیش گفتم، امروز میگم، خطری که دوباره طالبان قدرت بگیرن و حکومت وحشت خودشونو دوباره در افغانستان مستقر بکنن بسیار بسیار زیاده. چنون ترسی دکتر دانش افتاده به خصوص در بین زنای افغانی، چون دوباره اون خاطرات اون دوران که این زنا رو اینا چقدر آزار دادن، چقدر به این زنای بدبخت افغانستان فشار آوردن، حتی دیگه توجه جهانی رو جلب کردن اینا. و بعد الان این وحشت در درجه اول بین زنای افغانی هستش که بیشترین فشار تحت اون حکومت برده. متاسفانه باید بگیم که در سالهای اخیر زمان آقای کرزای بیش از چندین هزار زن در افغانستان تحت فشار و ظلمی که به اونا میشه در واقع اینا خودشونو آتیش زدن، به خصوص در استان هرات، یکی از استانهایی که در واقع در نزدیکی ایران قرار داره و گفته میشه از استانهای فرهنگی کشوره، بیش از 300-400 زن طبق آمار تا به حال خودشونو آتیش زدن و متاسفانه باید بگیم در جامعه امروز افغانستان رهبران کنونی افغانستان آقای کرزای و دیگران در کنار علمای دینی، علمای بسیار خرافاتی و محافظه‌کار دینی قرار گرفتن، تا جایی که طبق آماری که داده میشه و سازمان‌های بین‌المللی دادن هم اکنون در حدود 600-700 زن طبق آمار تعدادشون به امارات بیشتره در زندان‌ها وجود دارن، یعنی که زنانی که در واقع از ظلم مردها و از ظلم اسلام رادیکال فرار کردن از خونه مردها، اینها رو در واقع دستگیر میکنن، زندانی میکنن، در داخل زندان رو به اینا تجاوز میکنن، به عنوان معذرت میخوام این لغت رو به کار میبرم، به عنوان زن فاسد
در زندان ها نیروهای امنیتی افغانستان به اینا تجاوز می‌کنه و متاسفانه درست شرایط ایران به وجود آمده. و اگه به یاد داشته باشین من همیشه میگفتم موقعی که قانون اساسی افغانستان رو تصویب کردن، بند 3 قانون اساسی افغانستان صحبت از آزادی زن و حقوق زن میکنه و مساوات حقوق زن و مرد میکنه، من همون موقع 7 سال پیش 8 سال پیش که قانون اساسی افغانستان تصویب شد گفتم که در واقع این بند قانون اساسی ارزش اون رو نداره، یعنی اون کاغذ اون ارزش نداره که این بند روش نوشته شده. یعنی به واقعیت‌های افغانستان نیروهای خارجی و آمریکا و ناتو توجه نکردن، به واقعیت‌های افغانستان که در واقع همیشه زن مورد ستم بوده و رژیم و دولتی که دوباره سر کار آمده اکثریت اونا همون جهادیست‌های سابقن، همون کسانی که با افکار بسیار خرافاتی و عقب افتاده اسلامی حکومت رو به دست گرفتن و اینها در واقع دشمنان زنان افغانستان. دکتر دانش، الان یه جلسه تشکیل شده، جلسه شورای خلیج فارس، به قول اونا شورای خلیج، که در اون عربستان سعودی تقریبا تمام کشورهای منطقه به اضافه نماینده‌ای از اردن و مصر و اینان بودن. و میدونید که تو این جریان اختلاف ایران سر جزایر، همین مسافرت احمدی نژاد به ابو موسی، حتی دیگه لیبی و اردن و یمن و لبنان و لبنان اینا همه اومدن تو و کار احمدی نژاد رو محکوم کردن، حتی اونایی که از جمهوری اسلامی پول میگرفتن. این جریان چیه؟ مسئله ابو موسی رو شلوغ کردن انقدر اینا؟ ببینید هر موقعی که ایران در ضعف مطلق قرار گرفت و در جمهوری اسلامی در ضعف مطلق قرار گرفته، در واقع حملات کشورهای عربی و حملات حوزه کشورهای حوزه خلیج فارس تشدید شده. مسئله ابو موسی، بگذاریم از تحریکی که احمدی نژاد انجام داد و اون سیاست احمقانه و دیوانگی که انجام داد و مخصوصا این کار کرد، واقعیت اینه که طبق اسناد تاریخی این سه تغییر ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، در حدود 300 سال متعلق به ایران بودن. تمام اسناد انگلیسی اینو تایید میکنن که 300 سال در واقع ابو موسی و تنب بزرگ و تنب کوچک متعلق به ایران بوده و در سال 1902 انگلستان اینها رو اشغال میکنه و در سال 1970-71 اینها رو دوباره تخلیه میکنه که ایران با قراردادی که با انگلستان داشته و بخشی از این قرارداد کتبیه هنوز وجود داره، میاد این دوباره این جزایر رو اشغال میکنه. ولی اون چیزی که مربوط به ابو موسی میشه به خاطر اینه که در اونجا نفت وجود داره و اختلافات موقعی شدید شد که در سال 1992 جمهوری اسلامی میاد پایگاه نظامی میسازه اونجا، فرودگاه نظامی میسازه و تهدید میکنه کشورهای عربی را، متاسفانه حوزه خلیج فارس را. از اون زمان اختلاف شدید شده تا به جایی که تمام کشورهای عربی این واقعیت را در نظر نمیگیرن که ابو موسی در واقع بخشی از خاک ایرانه و متعلق به خاک ایرانه و در شرایطی که ایران بسیار ضعیف شده در رابطه با سیاست اتمیش در ضعف مطلق قرار داره و حاضر در واقع تمام امکانات را به غرب بده و سازش بکنه، در رابطه با سوریه مشکلات عظیمی داره، در این شرایطی که میان اعلام میکنن که ابو موسی مال امارات متحده عربی است و تمام کشورهای عربی از این جانبداری میکنن و متاسفانه باید اینم بگیم که حتی کشورهای غربی و آمریکا و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، غیر مستقیم تایید میکنه نظرات امارات متحده عربی را. یعنی این امکان وجود داره که اگه زد و خوردی در منطقه در بگیره، به زودی نیروهای مزدوری که در ابوظبی امروز تشکیل شدن، بخشی زیادشون از آفریقای جنوبی و کشورهای آمریکای لاتین هستند و بیش از 2000 نفر مسلح بسیار قوی با تجهیزات مهم نظامی در اختیار دارن، اینا میتونن به ابو موسی حمله بکنن و ابو موسی رو همونطوری که قبلا هم با هم صحبت کردیم اشغال بکنن و یک پایگاه نظامی برای ایران در ابو موسی به وجود بیارن. سابقه اش هم هست دکتر دانش، اگه یادتون باشه در جنگ ایران و عراق، موقعی که این عراق نفتکشای ایران میزد، نفتکشایی که از ایران بارگیری میکرد از خارک میرفتن و ایران مقابله به مصر میکرد و نفتکشای اونا رو میزد، بلافاصله هواپیمای آمریکایی میومدن، این هواپیمای اتاندار فرانسوی میومدن با خلبانای فرانسوی و با خلبانای انگلیسی میومدن و نفتکشای ایران رو میزدن، پایگاه‌های به اصطلاح پایان‌های نفتی رو میزدن. و این نشون میده که اگر چنین چیزی همچین اتفاقی بیفته، خدای نکرده
و این کشورهای چلهوز خلیج فارس تصمیم بگیرن با این سیاست‌های احمقانه احمدی نژاد که الان اومدن سرپوش بذارن روی این قرارایی که دارن با غرب میذارن و دارن عقب نشینی میکنن در برابر غرب، حالا اومدن میخوان توجه افکار عمومی رو بذارن رو مسئله تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی که توجه از اون ور از این ور بره اون ور تا اینا بتونن زیرکی هر کسافت کاری میخوان بکنن. الان درست تو این شرایط اگر یه همچین جریانی پیش بیاد، غربیا با تایید حرفش 100% شما، من بهتون میگم غربیا 100% میرن طرف کشورهای عربی رو میگیرن. شکی نیست اگه برخوردی به وجود بیاد، در این مورد شکی نیست که نیروهای مزدور، این نیروی مزدور رو موقعی که صحبت ازش میکنیم به خاطر همین نیروی ضربتی رو در ابوظبی وجود آوردن برای حمله به این جزایر و گرفتن مواضع نظامی ایران، و در این مورد شکی نیست اگه حمله نظامی به وجود، برخورد نظامی در بگیره، نیروهای ناوگان پنج آمریکا در بحرین در کنار ابوظبی و کشورهای حوزه خلیج فارس قرار خواهد گرفت. ببینید در شرایطی که ایران در ضعف مطلق قرار داره و خواهان تنها شرطی که ایران در رابطه با کنفرانس استانبول گذاشته، کنفرانس اتم استانبول گذاشته، اینه که تحریما رو از بین ببره و ایران حاضر تمام شرایط غرب رو بپذیره. تحریم‌ها از بین بره، ولی اینا نپرسید. اینا که میگن اصلا تحریم‌ها هیچ اثر نگذاشته. تحریم‌ها که اثر نداشته، بزرگترین اثرات گذاشته، ولی اون چیزی که بسیار بسیار وحشتناکه این آقای فرجی، این تحریم‌ها رو حتی آقای اوباما هم نمیتونه از بین ببره. تحریم‌هایی است که توسط کنگره و سنای آمریکا اینا اتخاذ شده و میدونین کنگره در اختیار یا در تسلط جمهوری‌خواهان، جمهوری‌خواهان آتو خوبه این دست. آتو خوبه و میخوان در واقع رژیم جمهوری اسلامی رو خردش بکنن و این تحریم‌ها به این سادگی از بین نمیره. اینا تمام امکانات و تمام سازش هم بکنن و تمام مواد در واقع شرایط آمریکا و غرب هم بپذیرن، تحریم‌ها تا 5 تا 6 سال آینده هم از بین نخواهد رفت. همونطوری که گفتن هم خانم کلینتون گفته هم رئیس جمهور اروپا، اصلا تجربه عراق وجود داره. ببینیم در سال 2003 آمریکا به عراق حمله میکنه، 2003 عراق اشغال میکنه و دولت‌هایی که در عراق به وجود میان در واقع مورد حمایت آمریکان و آمریکا اینا رو در واقع در بغداد به قدرت میرسونه. تازه 4 سال بعد، یعنی در سال 2007، 4 سال بعد اشغال بغداد تحریم‌ها برداشته میشه. یعنی در واقع جمهوری اسلامی با سیاستی که دیشب پریشب با هم صحبت می‌کردیم، با سیاست خطرناکی که بازی کرده، مردم ایرانو به در واقع پرتگاه سقوط برده و این سیاستش باعث این شده که حتی این تحریم‌های وحشتناک و شکننده برای مردم ایران مدت‌ها به طول خواهد انجامید و در کنگره و سنا و در واقع جمهوری خواهان خواهان این نیستن که تحریم‌ها به زودی منتفی بشن. دوشتنش من الان دوباره یه سوال دیگه دارم راجع به امیر قطر. میدونید که گفته که ما بایستی این مخالفین حافظ اسد رو مسلح بکنیم و علنا اصرار این تمایل کرده که در این راه سرمایه گذاری میکنه با کمک عربستان سعودی و اینا رو بریزه به جون به اصطلاح حافظ اسد. اما صحبت من اینه که در حقیقت این وضع استراتژیک سوریه در منطقه چقدر اهمیت داره برای غرب و برای این به اصطلاح کشورهای اطراف که این همه در موردش الان بحثه. به نظرم باید به این مسئله اشاره بکنیم که در واقع اگه یک بدن انسان رو در نظر بگیریم، قلب در واقع عضو اصلی اون بدنه. موقعی که قلب انسان مریض بشه میتونه این ناراحتی به اعضای دیگر هم انتقال پیدا بکنه. در واقع سوریه در منطقه خاورمیانه چه نقشی رو بازی میکنه؟ از یه طرف همسایه عراق و مشکلاتی که در سوریه به وجود آمده میتونه دوباره به عراق منتقل بشه. آمریکا در حدود از سالهای 2003 و تا کنون، یعنی بیش از 9 سال در اونجا فعالیت کرد و ثبات نسبی به وجود آورده و خارج شده و میتونه دوباره مشکلاتی که در سوریه وجود داره منتقل بشه به عراق و حتی القاعده و نیروهای دیگه کاملا مسلح بشن و سنی‌های رادیکال مشکلات عظیمی به وجود بیارن. در ضمن سوریه هممرز با ترکیه است. ترکیه عضو پیمان اتلانتیک شمال است. طبق بند 5 پیمان اتلانتیک شمالی در واقع اگه بین ترکیه و سوریه اختلافی به وجود بیاد، جنگی در بگیره، تمام کشورهای ناتو باید شرکت بکنن. پیمان اتلانتیک شمالی این مشکل دیگره در واقع منطقه است. و در ضمن سوریه هم مرز با لبنان، مشکلات لبنان وجود داره، میتونه سرایت بکنه به لبنان، جریان حزب الله هم مرز اردن، اردن هم در واقع در شرایط کامل ثبات وجود نداره، میتونه مشکل بشه. و مهمتر از همه تمام کوشش آمریکا و غرب امروز مبارزه بر علیه القاعده در منطقه است و به یک چنین بحرانی که در سوریه به وجود بیاد و این بحران منتقل بشه به کشورهای همسایه و اطراف
انقلاب به خصوص اسرائیل بهترین شرایط برای القاعده که دوباره یک مبارزه بسیار بزرگی رو برای آمریکا و کشورهای غربی شروع بکنه و القاعده در واقع منتظر یک چنین فروپاشی است، یک چنین مشکلی است در منطقه که بتونن در واقع این مشکل و بحران به کشورهای دیگه انتقال بده بکنه و القاعده امکان پیدا بکنه فعالیت شدید رو بکنه. بعد بنابراین در واقع باید بگیم که مواضع یا موضع استراتژیک سوریه بسیار برای آمریکا اهمیت داره، برای غرب اهمیت داره، ولی متاسفانه هستن کشورهای مانند عربستان سعودی و قطر، و این امروز امیر قطر دوباره گفته که ما خواهان مسلح کردن مردم سوریه هستیم، خواهان مبارزه مسلحانه هستیم و خواهان اینه که اسلحه بدیم و این جنگ ادامه بدیم و این میتونه برای منطقه بسیار بسیار به نظر من خطرناک بشه. دکتر دانش، ما 3 دقیقه فرصت داریم. میدونید که در مصر 10 تا از کاندیدایی که خودشون کاندید، از جمله این آقای سلیمان، جنرال سلیمان که معاون اواخر آقای حسنی مبارک شد، اینا همه خودشون کاندید کردن برای ریاست جمهوری. آقای شاطر از طرف اخوان المسلمین و از طرف سلفی‌ها یه نفر دیگه خودش کاندید کرده بود، اینا رو همه رو رد صلاحیت کردن. بعد اینا اعتراض کردن، صلاحیتشون دوباره مورد تایید قرار نگرفت. ولی آقای عمرو موسی وزیر خارجه سابق مصر که در زمان حسنی مبارک بود، بعد دبیرکل اتحادیه عرب، این الان شانسش رفته بالا. آیا واقعا با این وضعیتی که در عراق در مصر حاکم هست و اخوان المسلمین و سلفی‌ها اونجا قدرت واقعی رو دارن، حالا بگذاریم از این که شورای نظامی اون بالاست و آقای طنطاوی نشسته اون بالا، آیا واقعا این امکان وجود داره که آقای عمرو موسی بشه رئیس جمهور در اونجا؟ ببینید، در همه پرسی که کردن در چند روز پیش، در واقع اگه سلیمان، عمر سلیمان کاندید بمونه و کاندید بمونه، رد شدون 31% آرا رو می آورد و بعدن بعد از او در واقع حسیم ابو اسماعیل، این سلفی بسیار رادیکال، 20% آرا رو می آورد، ولی خب این دوتا رد شدن. ولی جالب اینه که حسیم ابو اسماعیل ادعا میکنه و تهدید به انقلاب اسلامی کرده، میگه ما از این مسئله نمیگذاریم، اگر رد صلاحیت من تایید بشه یا بمونه، ما انقلاب اسلامی خواهیم کرد. و بسیار قدرتمند هستن. باید به این مطلب اشاره بکنیم که درست شورای نظامی هنوز قدرت داره، ولی شیرازه کارها از دست اونها هم در رفته و تلفی‌ها بسیار قدرتمند شدن. ولی خب اگه در واقع اختلافی و نزاعی در نگیره و باعث بحران نظامی در مصر نشه، که من خطر اینو بسیار زیاد میمونم، این امکان وجود داره که عمرو موسی انتخاب بشه و رئیس جمهور آینده کشور بشه. خب، و این بهترین فرمیست و بهترین فرمیست برای به نظر من که این شخصیت سیاسی و سکولار انتخاب بشه در مصر. ولی من امیدی ندارم دکتر دانش، اگرم اینا انتخاب بشن، این سلفی ها و اخوان المسلمین با این قدرتی که الان پی بردن بهش که چقدر تو مردم محبوبیت دارن، با چون اکثر مردم رفتن به این دوتا رای دادن دیگه، اکثریت پارلمان 5% آرای اینا، به این راحتی آروم نمیشن. خیلی سپاسگزارم دکتر دانش عزیز. خب همیانان گرامی، برنامه منم به همینجا به پایان میرسه. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه آینده که فردا در ساعت 11:30 بامداد خواهد بود، تا برنامه فردا، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.